نسل انسان ها منقرض شده و یه ربات باید اونا رو دوباره تولید کنه. گلاسیا سلام، امروز به پیشنهاد یکی از دوستانی که توی پست قبلی گذاشته بود می‌خوام فیلم آی ام مادر یا من مادر هستم رو ببینیم، محصول کشور استرالیا که یکی از فلسفی ترین و بهترین فیلم های جهان حساب میشه و حرف فوق العاده مهمی پشت خودش داره که آخر فیلم در موردش صحبت می‌کنیم. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپول کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. روی فیلم به یه چیزی شبیه پناهگاهی فوق‌العاده پیشرفته میریم و روی صفحه نوشته میشه که یک سال پس از انقراض انسان هاست. این پناهگاه توسط یه سری ربات ساخته شده و یه ربات به اسم مادر مسئولیت همه چیز رو به عهده داره. تو قسمتیش هم 63,000 جنین انسان توی محفظه‌های کاملاً امن نگهداری میشن و وظیفه ربات مادر اینه که رفته رفته همه اینا رو به دنیا بیاره تا نسل انسان‌ها رو دوباره زنده کنتشون. ربات مادر رو میبینیم که به سمت همین محفظه ها میره، یکیشون رو برمیداره و تو دستگاهی میذاره و روش تایمری میاد که 24 ساعت بعد به ما نشون میده. تو این مدت هم صدای انفجارهایی از بیرون پناهگاه میاد و معلومه که جنگ خیلی بزرگ شکل گرفته و بعد 24 ساعت هم میبینیم که اون جنین به یک نوزاد تبدیل شده. ربات مادر مثل یه مادر خیلی مهربون اونو در آغوش میگیره و شروع به رسیدگی بهش میکنه. چند سکانس بعدی هم سالهای اول زندگی این دختر به ما نشون میده. میبینیم که این مادر کاملا ازش نگهداری میکنه، خیلی این دختر خوشحاله، چیزهایی مثل باله یاد میگیره یا حتی مادر بهش یاد میده که چجوری اوریگامی درست بکنه. همه چیز هم خوبه و کم کم که نوجوان میشه یه روز پیش ربات مادر نشسته و میگه چرا فقط من زندم و فقط اینجا من انسانم. ربات هم اونو میبره به همون جایی که محفظه های جنین وجود دارن و به دختر میگه که اینا همه خواهر برادرای تو هن و به زودی همشون به دنیا میان. سکانس بعد میبینیم که 37 سال از زمان انقراض انسان ها گذشته و حالا این دختر به یه نوجوان تقریبا 16-17 ساله تبدیل شده. ربات مادر میاد پیشش و مشخصه که یه قسمتی از دستش انگاری اتصالی پیدا کرده و هی میپره. دخترم که انگاری از همه چیز وارده سری دست به کار میشه و دستشو تعمیر میکنه. بعدن تمرین بالای امروز رو تموم میکنه و میره به کلاسی که ربات مادر منتظرشه. میفهمین تمام این مدت حتی نقش معلم این دخترم بازی کرده و امروز هم درس اخلاق دارن. ربات مادر صفحه رو نشون میده که تو 6 تا آدمن. یکی از این آدما سبز و بقیه‌شون قرمز. مادر میگه این 5 تا آدم قرمز همشون مشکلات جسمی دارن که نیاز به اهدای عضون. اگر اون آدم سبز رو از بین ببریم هر 5 تاشون نجات پیدا میکنن. حالا به نظر تو کار اخلاق اینه که اون یه نفر رو همینجوری زنده نگهداریمشون 5 تای دیگه از بین برن یا با از بین بردن اون آدم سبز 5 تای قرمز رو نجات بدیمشون؟ دخترم خب جواب درستو نمیدونه و مادر سعی میکنه بهش توضیح بده که چقدر این سوال مهمه، چون به زودی یه امتحانی رو باید بده که اگر توش رد بشه ممکنه تمام آیندهش به فنا بره. شب میشه و دختر داره تلویزیون میبینه که یه رفعه برقای این پناهگاه قطع میشن. با نگرانی میگرده و متوجه میشه که قسمتی از سیم‌های برق جویده شدن و صدای یه موش هم میشنوه و برای اولین بار انگاری موش میبینه. مشخصه ربات مادرم به خاطر قطع بودن برق از کار افتاده و خود دختر موفق میشه که این سیم رو تعمیرش کنه. برام کمی طول میکشه تا برق برگرده و تو این مدت اون موشی که پیدا کرده بود رو توی شیشه گیر میندازه. با وصل شدن برقا دختر موشی که پیدا کرده رو به مادر نشون میده و خب ربات خیلی عصبانی و نگران میشه، در حالی که دختر خیلی خوشحاله چون یه موجود دیگه اینجاست. اما ربات بدون توجه بهش میره به سمت کوره ای که تو زیر زمین پناهگاهه و برای دختر توضیح میده که وقتی این موش وارد اینجا شده یعنی یه نشتی یا مشکلی تو پناهگاهمون خیلی خطرناکه. در آخر هم بی توجه به اصرارهای دختر موشو میندازه توی کوره و از بین میبرتش. حالا سری دست به کار میشه و تمام اینجا رو قرنطینه میکنه. بعدم با یه سری دستگاه مختلف شروع به سمزدایی اینجا میکنه. به هر حال نه تنها جون خود این دختره بلکه 63,000 جنین دیگه هم دستشه و باید مراقب همشون باشه. اینم میفهمیم که انگاری بیرون از این پناهگاه تمام زمین پر از سم شده و برای همین خیلی خطرناک که هوای بیرون بیاد داخل. چند روزی میگذره، روز تولد دختره که خب ربات مادرم بهش کادو میده. آخر شب شده و دختر میخواد بخوابه که صدایی رو از در پناهگاه میشنوه. در اول رو باز میکنه و وقتی پشت در دوم وایساده صدای زنی رو میشنوه که داد میزنه و کمک میخواد. دختر سریع میدوه داخل، یه ست دیگه از این لباسای ضدعفونی میاره و پشت در نهایی میذاره. برمیگرده عقب و در اول رو میبنده و در نهایی رو باز میکنه.
زنی که درخواست کمک داشت میدوه تو و دخترم در رو پشت سرش میبنده. البته که صدای آژیر باعث شده ربات مادرم بیدار شه و صدای پاش داره میاد. سریع لباس ضد عفونی کننده رو این زن میپوشه و به دختر میگه که خواهش میکنم به اون ربات نگو من اینجام و الا جونم تو خطره. دخترم دلیل این حرفو نمیدونه ولی به هر حال قبول میکنتش و وقتی ربات مادر رو میبینه بهش الکی میگه که میخواستم یکم هوا بخورم و دروازه رو باز کردم، که خب ربات مادرم عصبانی میشه و میگه هیچ وقت این کارو نکن چون خیلی خطرناکه. بعدم به دختر میگه که الان باید تنبیه شی و برای همینم اون امتحان سختی قرار بود بعدم بگیرم و الان باید بدیش. با هم میرم به اتاق و دختر پشت صندلی میشینه. مادر برگه امتحانو جلوش میذاره و میگه یک ساعت وقت داری. بعدم از اتاق میره بیرون تا به کارهای دیگه‌اش برسه. به محض دور شدنش هم دختر میدوه طرف زنی که اومده بود داخل. زنی که میفهمه یه تیر به شکمش خورده و الانم بیهوش شده. دختر سری کیف اونو میگرده و اول از همه اسلحه‌شو پشت خودش قایم میکنه. بعدم زنو بیدارش میکنه و اون که بیحاله بهش میگه لطفاً برو برام دارو بیار و الا ممکنه جونمو از دست بدم. یکم هم که سر حالتر میشه ماسکشو برمی‌داره و دختر بهش میگه نکن، تو اون بیرون بودی، خطرناکه، ممکنه که گاز سمی داشته باشی. و زن یکم شوکه میشه، میگه کی بهت گفته اون بیرون سمیه؟ اینا همش دروغه، اون بیرون هواش خیلی سالمه مثل همینجاست. با شنیدن صدای پای مادر دوتایی به اتاق دیگه میرن و قایم میشن و دختر میره که برای زن دارو بیاره. ربات مادرم در حال گشتن همین پناهگاهه که متوجه ماسکی میشه که جلوی در ورودی افتاده. میفهمه یه جای کار میلنگه و شروع به گشتن دنبال کسی میکنه که اومده داخل. دخترم میبینیم که دنبال داروهاست و اتفاقی یکی از ظرفا رو میندازه و میشکنه و خب دست خورش هم زخمی میشه. از اون طرف هم زن یه رفعه ربات رو میبینه و سری دنبال اسلحهش میگره که خب پیداش نمیکنه و ترسش بیشتر میشه. میفهمه که دختر اسلحهش رو برداشته و چند لحظه بعد که دختر به همینجا میاد سرش داد میزنه که سلاحمو بده، اینجا یه رباته. دختر میگه که خب اون ربات مادرمه، میخواد چیکارش کنی؟ و زن عصبانی تر میشه، میگه کسی که اون بیرون به من شلیک کرد یه ربات دقیقا مثل مادرت بود، اینا خیلی زیادن و همینان که نسل انسانها رو منقرض کردنشون. ربات مادر در حال گشتن و بهشون نزدیک شده که زن اسلحه‌شو به زور از دختر میگیره. اونم سعی میکنه فریاد بزنه و به ربات مادر خبر بده و خب جلو دهنشو میگیره و قبل از اینکه بتونه کار دیگه ای انجام بده یه دفعه میاد جلو و به سمت ربات شلیک میکنه. اما خب ربات چیز خاصیش نمیشه و موفق میشه که اونو پرتش کنه زمین و اسلحه‌اش رو بگیره. دختر سری میاد جلو و به مادر التماس میکنه که بهش آسیبی نرسون، اون بیگناهه. و مادر میگه خب اگه اون بیگناه و فقط کمک میخواست بهم میگفت، الان ازش ناراحت نیستم، خب میخواسته از خودش دفاع کنه، ولی تو چرا بهم دروغ گفتی و فرار کردی؟ و خیلی از دست دختر شاکیه. بعدم خیلی آروم زنو به اتاق میبره که زخمشو ببنده و دختر رو بیرون میذاره و درو روش قفل میکنه. اتاقم کاملا عایق و صدای بیرون نمیره. وقتی ربات میخواد که آمپولی به زن بزنه که عفونتش کم بشه، اون با عصبانیت جلوشو میگیره و نمیذاره همچین کاری انجام بده. ربات میگه که میدونم به من یا امثال من شک داری، ولی وظیفه اصلی من یکی نجات انسانیت و کمک به انسان هاست، اما اگه تو نذاری به دارویی بزنه خب نمیتونم به زور این کار رو انجام بدم. زن فریاد میزنه اگه واقعا قصد کمک به انسان هاست چرا به اون دختر الکی گفتی که بیرون اینجا سمیه و هیچ کس نمیتونه بیرون بیاد. ربات بهش میگه که من یه سری وظیفه خاص دارم و باید از این دختر در مقابل یه سری چیزا مراقبت میکردم و مجبور بودم بهش دروغ بگم. بعدم از اتاق خارج میشه. حالا دختر خیلی به هم ریخته است و میگه چی بهش گفتی؟ چرا نداشتی من بشنوم؟ و مادر شروع به صحبت میکنه. بهش میگه که میدونم اون زن بهت گفته که اون بیرون سمی نیست و الان بهم مشکوکی و نمیدونی بهم اعتماد کنی، ولی من مجبور بودم بهت اینو بگم به خاطر اینکه اون بیرون یه سری رباتن با من خیلی فرق دارن. من توی این پناهگاه به شما انسان ها کمک میکنم و هیچ سلمه بهت نمیزنم، ولی اون ربات های بیرون اینطوری نیستن و ممکن بود جونتو بگیرن. تو هم هدف های خیلی بزرگتری برات در نظر گرفته شده و باید زنده بمونی. من برای نجات تو اومدم جلو و بهم شلیک شد، پس جونتو برام خیلی مهمه. ربات مادر میپرسه وقتی با اون زن صحبت میکردی از انسانهای دیگه یه چیزی نگفت؟ دخترم میگه فعلا بهم چیزی نگفته، اما سعی میکنم از زیر زبونش بکشم. بعدم شروع به گشتن لوازم این زن میکنه و متوجه یه دفتر میشه که توش پر از نقاشی از چهره انسانهای مختلفه. تنهایی میاد پیش زن و دفتر رو بهش میده و ازش میپرسه که اینا عکسای کیه. زن بهش میگه چیه اون ربات بهت گفته و بری تو لوازمم؟ دخترم میگه نه، خودم فقط کنجکاو شدم. بعدم میگه چرا انقدر به مادر من مشکوکی؟ اون واقعا بیگناه و هیچ آزاری به کسی نمیرسونه. و زن میگه تو نمیدونی اون بیرون چه اتفاقهایی افتاده، ربات ها تمام انسان ها به بدترین شکل قتل عام کردن،
اونا میخواستن و منم همین آسیب رو برسونن و به زور نجات پیدا کردم. دختر به اتاق ربات مادر میاد و میبینیم که داره یه دست جدید برای خودش درست میکنه، چون به خاطر شلیک اون گلوله یکی از دستاش قطع شده. دختر ازش معذرت خواهی میکنه که اون موقع بهش اعتماد نداشته و علکی اون زن رو ازش پنهون کرده بوده. ربات مادرم خب خیلی راحت میبخشهش و میگه اب نداره، فقط دیگه سعی کن بهم بیشتر اعتماد کنی. دختر بهش میگه که حال اون زنم زیاد خوب نیست و زخمش انگاری خیلی بدتر شده. دوتایی به اتاق میان و میبینن که داره از درد فریاد میکشه. ربات بهش میگه که باید همین الان عمل جراحیت کنیم، دیگه با پنیسیلین و این داروها قرار نیست زخمت خوب بشه و خیلی عفونت کرده. اما زن بازم قبول نمیکنه و میگه من هیچ وقت حاضر نیستم زیر دست تو بیهوش شم، ممکنه هر بلایی سرم بیاری. دخترم که میبینه وضعیت خیلی حیاتیه میگه من حاضرم عمل جراحیت کنم و مادرم هم بیرون وای میسه که بهت آسیبی نرسه. زنم خیلی سریع قبول میکنه و روی تخت دراز میکشه. اما وقتی که دختر میخواد دست به کار بشه نمیذاره که داروی بیهوشی بهش بزنه و مجبوره که این عملو همونطوری با درد کامل تجربه کنه. عملم شروع میشه و دختر با راهنمایی که ربات مادر از اونور اتاق میکنه موفق میشه که تمام زخم رو دفونی کنه و زن همچنان فقط فریاد میکشه. بعدم با وارد کردن یه درل به شکمش موفق میشه که گلوله رو پیدا کنه و درش بیاره. ساعتی گذشته و میبینیم که زن بالاخره به هوش میاد، به خاطر درد زیاد از حال رفته بود. دختر براش غذا هم میاره که خب زن همشو خیلی سریع میخوره و مشخص خیلی گشنش بوده. بعدم از دختر به خاطر کاری که انجام داره تشکر میکنه و خب کم کم آشناییشون بیشتر و صمیمیتر میشن. این در حالیه که ربات مادر داره از دور نگاهشون میکنه و انگار یکم حسودیش شده. صحبت این دو نفر هم ادامه داره و بالاخره دختر از زن میپرسه آدمای دیگه هم اون بیرون هستن یا نه و اگه هستن کجا. زن میگه که این چیزا که بهت میگم اصلا نباید به اون ربات بگی و الا جون همه آدمهای بیرون تو خطر میفته. ما آدمها تو یه سری معدن داریم زندگی میکنیم و خودمون از دست ربات ها پنهون کردیم. من هم بچگیم یتیم بودم، یعنی یه خانواده منو وسط جنگل پیدا کردن و خب ازم مراقبت کرده بودن. چند روز پیشم من و برادر خوندم با هم بیرون بودیم و یه رفعی چند تا ربات پیدامون کردن و برادر خوندم و از بین بردن. منم فرار کردم و خب دیگه مسیلم خورد به اینجا و الانم هم که رو همین تختم. دختر بهش میگه باید بریم همه ی آدم ها رو به این مخفیگاه بیاریم، اینجا همه میتونیم کنار هم زنده بمونیم. اما زن باور نداره، میگه همین که پای آدم های دیگه به اینجا برسه ربات ها میانن هممونو نابود میکنن، پس تو بهتره که اینجا زودتر فرار کنی، بیا با هم دیگه بریم تو معدن و پیش بقیه آدم ها بمونیم. همین لحظه ربات مادر سر میرسه و خب حرفشون رو قطع میکنن. ربات به زن میگه که باید یکم استراحت کنی و با دختر میان بیرون. وسط راه رفتنم به دختر میگه یه چیز مهم فهمیدم، گلوله‌ای که از بدن اون زن بیرون کشیدیم با گلوله‌ای که به من شلیک کرده بود مطابقت دارن و هر جفتشون از یه اسلحه تقریبا مشابهن. یعنی کسی که به اون زن شلیک کردم یه آدم بوده، هیچ رباتی همچین گلوله‌ای رو استفاده نمی‌کنه. این یعنی چی؟ یعنی اون زن اصلا آدم خوبی نیست که حتی آدم‌های دیگه هم می‌خواستن بهش شلیک کنن و از بین ببرنش. دختر بازم از اینکه فهمیده آدم‌های دیگه کجا زندگی می‌کنن به ربات چیزی نمیگه. بعدم میره سراغ امتحان‌های دیگه که امروز داره و ربات مادرم مشغول به گشتن لوازم اون زن میشه. چیز خاصی پیدا نمی‌کنه، اما می‌بینیم که یه جی پی اس رو یواشکی تو کیف اون زن می‌ندازه. بعد مدتی هم نوبت آخرین امتحان‌های دختر میرسه که یکیشون یه تست ورزشیه، یکیشون هم یه تست پزشکی. بعدم میرن سراغ جواب‌ها و ربات به دختر میگه که این سری از همه سری‌های قبلی نمرت بالاتر شده و واقعاً پیشرفت خفنی داشتی. پس وقتشه که یه جایزه خیلی مهم بگیری. دوتایی به سمت مخزن آدم‌های دیگه میرن و به دختر میگه که میتونی الان یه برادر یا خواهر برای خودت انتخاب کنی و اونو با هم دیگه به دنیا بیاریمش. دخترم خیلی خوشحال میشه و یه نفر با هم دیگه انتخاب میکنن، جنینی که یه پسرم هستش. مادر قبل اینکه اونو تو دستگاه بذاره به دختر میگه باید خیلی صبور باشی، بزرگ کردن انسان‌ها واقعا سخته و تو باید همه چیزهایی که تا الان یاد گرفتی تو این مدت استفاده کنی. بعدم جنین رو توی دستگاه میذارن و دختر میاد که به زن سر بزنه و متوجه میشه که یواشکی داره برای خودش یه اسلحه درست میکنه تا از خودش دفاع کنه. دختر با نگرانی میگه پس تو واقعا آدم خوبی نیستی، مامانم گفت که آدمای دیگه بهت شلیک کردن، الکی گفتی که ربات ها حمله کردن بهت. زن یه رفعه شوکه میشه و تعجب میکنه، میگه به من یه ربات شلیک کرد؟ اگه باور نداری برو خورت اون گلوله که من بیرون کشیدی و پیدا کن و با گلوله که به مادر شلیک شده بود مقایسه کنش، باید خورت حقیقت رو بفهمی. شب که شده دختر خوابش نمیبره و خیلی حرف این زن رفته رو مخش، برای همین هم یواشکی به اتاق کار مادر میره و با استفاده از همون دستی که از بدنش جدا شده بود موفق میشه که قفل کمد اون
اونو باز کنه. دوتا گوله رو توش در میاره و میفهمه که بله، هر دو کاملا با هم مخالفن و ربات مادر بهش دروغ گفته. حالا نگاهش به یه کمد دیگه میفته که برخلاف بقیه هیچی روش ننوشته و انگاری تمام مدارک توش مخفیه. با آرومی بازش میکنه و چیز خیلی شوکه کننده ای رو میفهمه. تو این کمد دو ردیف مدارک کنار هم دیگه قرار گرفته و روی هر کدوم نوشته شده که مورد آزمایشی اول و مورد آزمایشی دوم. با بررسی این مدارک ها ترسش از همیشه بیشتر میشه. میفهمه که هر کدوم این ردیف ها مربوط به یک انسانه، انسان های اول و دوم که قبل از خودش به دنیا اومده بودن. یعنی این ربات قبل از اینکه جنین این دختر رو بذاره دو تا انسان دیگه هم داشته که خب معلوم نیست چه بلایی سرشون آورده. یا به روایت این دختر آزمایش سوم ربات مادر حساب میشه که معلوم نیست چه بلایی در آینده سرش بیاد. یه نکته رو باید الان بهش دقت کنید. اگه یادتون باشه اول فیلم دیدیم که یک سال پس از انقراض انسان ها ربات مادر جنین توی دستگاه گذاشت، ولی خب دختری که الان میبینیم کلا 14-15 سالشه. یعنی اون سکانس هایی که اول فیلم از بزرگ شدن و دوران بچگی یه نفر میدیدیم مربوط به این دختر نبوده. اگه دقت کرده باشیدم دوران نوجوانی این دختر که شروع شد گفتیم 37 سال از انقراض انسان ها گذشته، یعنی مثلا 20 سال 21 سال اولش مربوط به دوتا مورد قبلی بوده و این 13-14 سال اخیر برای این دختره. سوال اینه که خب اون دوتا آزمایش قبلی کجان؟ که خب جوابش این دختر پیدا میکنه. توی همین مدارک یه قسمتی خاک ریخته و لای اونا جمجمه یه انسان رو پیدا میکنه. کنارش هم یه دستگاهی که نوشته شده این آزمایش شکست خورد. دختر میزنه زیر گریه و خیلی به هم ریخته. سری میره پیش زن و بهش میگه حق با تو بود. ربات مادر اصلا خوب نیستش. زن بهش میگه پس لوازمتو جمع کن و تو هم با من بیا. با هم اینجا فرار میکنیم و میریم به معدن پیش آدمهای دیگه. دختر بهش میگه باشه همین کارو انجام میدم، ولی باید صبر کنی چون الان برادرم توی اون دستگاه و داره به دنیا میاد. میخوام اونم با خودم بیارم چون معلوم نیست اگه اینجا بمونه این ربات چه بلایی سرش بیاره. بعدم میگه نه تنها برادرم بلکه اون 63,000 جنین دیگرم باید ببریم، اونام همشون آدمن. زن بهش میگه که الان نمیتونیم، بیا با هم دیگه اینجا بریم، با آدمهای دیگه برنامه میریزیم و یه روز میایم و همشون رو نجات میدیم. اینطوری میتونیم قدرت انسانها رو بهشون برگردونیم. صبح بعدی میرسه و میبینیم که دختر داره خیلی سریع لوازم خودش رو همراه با یه سری غذا و دارو جمع میکنه. ربات مادر یه دفعه میبینتش و بهش میگه چیکار میکنی و دختر هول کرده. میگه هیچی، فقط میخواستم یه سری دارو بردارم و یاد بگیرم که چجوری برای برادرم شیرخوش درست کنم تا بتونم ازش مراقبت کنم. ربات مادرم بهش میگه خب بیا من بهت یاد میدم و دوتایی میرن که تمرین انجام بدن. دستای دختر داره میرزه و خیلی وحشت زده است و بالاخره موفق میشه که یه شیشه شیر خشک درست کنه. مادر بهش میگه آفرین و یه رفعی میاد بیرون و در رو دختر میبنده. اون شوکه شده و مادر بدون هیچ حرفی سمت اتاق زن میره. میره داخل و یه دستگاهی رو روشن میکنه که تمام صحبت‌های زن و دختر توش ضبط شده، یعنی از اول از برنامه این دو نفر با خبر بوده. دختر رو میبینیم که دنبال یه راه برای فرار رو موفق میشه با استفاده از یه گاز هیدروژن شیشه اتاق رو به یخ تبدیل کنه و با یه ضربه بشکنتش. برمیگردیم پیش ربات مادر. به زن میگه که من میدونم اون بیرون شما آدم‌ها چه زندگی نکبتی دارید و مدام از ربات‌ها دارید فرار میکنید. نمیذارم که دخترمو به این روز بندازی و نمیذارم اینجا ببریش. تو همین فرصت زن با سلاحی که شبیه چاقه و تو اتاق ساخته بود یه لفه‌ای به ربات حمله میکنه. اما خب حملش ناموفق و ربات مادر گلوشو گرفته و میخواد خفش کنه که تو همین لحظه دختر موفق میشه که یه شعله آتش رو زیر سنسور آتش سوزی بگیره که صدای آژیر تو کل پناهگاه میپیچه. ربات که وظیفه اصلیش نجات انسان‌های داخل پناهگاه، زن رو ول می‌کنه و دنبال آتش‌سوزی می‌گرده. دختر و زن بالاخره با هم روبرو میشن و زن بهش میگه باید همین الان فرار کنیم، بعدم برمیگردیم و برادرت و بقیه جنین‌ها رو هم می‌بریم. اونم بالاخره قبول می‌کنه و سمت در خروجی میرن. اما قبل اینکه موفق بشن، تمام درها قفل میشه و ربات مادر سر میرسه. یه رفعی زن چاقوی رو روی دختر می‌گیره و به ربات مادر میگه اگه درو باز نکنی همین الان جونشو می‌گیرم. خب مادرم که جون این دختر خیلی براش مهمه گوش میده و در رو باز میکنه و دوتایی میرن بیرون. دختر روی زمین میفته. برای اولین بار دنیای بیرون رو میبینه و یه رفعه خشکش میزنه. تمام درخت ها از بین رفتن، زمین خاکه، آسمون هیچ خورشیدی نداره و خیلی فضای غم‌انگیز و داغونی داره. سری به زن حمله میکنه و میگه چرا بهم دروغ گفتی؟ چرا اصلا منو گروگان گرفتی و میخواستی بهم آسیب بزنی؟ و زن پرتش میکنه به طرف دیگه ای. میگه که الان وقت این ناله ها نیست و باید سریع اینجا دور بشیم و الا ربات های دیگه میان سراغمون. دو تایی راه میافتن. بعد مدتی هم چند تا ربات بهشون حمله میکنن که اونا موفق میشن وسط یه مزرعه گندم پناه بگیرن.
دختر برای اولین بار این مزرعه رو دیده و از زن میپرسه که چند وقت این اینجاست و زن میگه که تا 6 ماه پیش ما حتی نمیتونستیم نفس بکشیم. نمیدونیم چطور که یه دفعه این مزرعه پیدا شد و خب از اون موقع یکم زندگی راحت تر شده. راهو ادامه میدن و بالاخره به یه اقیانوس میرسن که کنارش پر از کانتینرهای مختلفه که همشون هم داغونن. زن میره تو یکیشون که خب معلومه اصلا خونه‌ای که زندگی میکنه توش اینجاست و دختر با دیدنش یکم ناراحتیش بیشتر میشه. میره داخل و میفهمه که این زن با همین سگ دوتایی تو این کانتینر زندگی میکنن و خبری از آدمهای دیگه نیستش. زن میگه آره من بهت یه دروغ گفتم. چند ماه پیش از مزرعه‌ای که آدمهای دیگه توش بودن فرار کردم. به خاطر اینکه همه عوضی شده بودن. یه قحطی اومده و هیچکدوم غذا نداشتیم و حتی به همدیگه رحم نمی‌کردن و حاضر بودن گوشت همدیگه رو بخورن. منم میگه نتونستم بمونم و فرار کردم و تنهایی اومدم اینجا که حالا این سگم پیداش کردمش. دختر خیلی عصبانیه. همه باورهاش فرو ریخته و فهمیده که اون زندگی آرومش تو پناهگاهو برای هیچی از دست داده و حتی برادرش هم تنها گذاشته. میخواد برگره که زن خواهش میکنه نرو پیشش بمونه چون خیلی تنهاست. اما دختر بدون هیچ حرفی تصمیم خودش رو میگیره و به سمت پناهگاه راه میفته. بالاخره به مقصد میرسه، اما قبل اینکه وارد شه یه عالم ربات اسلحه هاشون رو سمتش نشونه میگیرن. دختر خیلی ترسیده و میگه من فقط میخوام با مادر صحبت کنم. ربات ها بدون که هیچ حرف دیگه بزنن اسلحه ها رو کنار میزنن و براش راه درست میکنن که دختر با رد شدن ازش وارد پناهگاه میشه. بعدم خیلی سریع درو کامل قفل میکنه که یه موقع این ربات ها نیان داخل. یه تبر میبینه و برش میداره و به آرومی دنبال مادر میگرده. یه دفعه صدای گریه برادرش رو میشنوه و خب اونو تو بغل مادر میبینه که پشت میزی نشستن. سری گوشه پناه میگیره و مادر بهش میگه خوشحالم که برگشت خونه و حالت خوبه، نگرانت بودم. دختر میگه که میخوام برادرم رو ببینم. مادرم بهش میگه اوکی بیا جلو، فقط تبرتو با خودت نیار چون خطرناکه. دختر همچنان ترسیده و مادر بهش میگه ببین هدف من خیلی بزرگ بود. آدم ها خیلی کثیف شده بودن، مدام به همدیگه خیانت میکردن، جنگ راه مینداختن و کلن هیچ رحمی به همدیگه نداشتن. مثل همون درس اخلاقی که بهت دادم، یه وقتا لازمه که یه انسان از بین بره تا چند انسان دیگه سالم بشن. هدف ما ربات هام همین بود. باید اون نسل کثیف و داغون انسان ها از بین میرفت تا یه نسل جدید و باهوش شکل بگیره. منم ربات اصلی و مسئول انقراض انسان ها بودم و تصمیمم پشیمون نیستم چون میدونم که آینده زمین خیلی بهتر میشه. دختر میاد جلوتر و با دیدن برادرش تبرش رو زمین میذاره. ربات مادر بالاخره برادر رو میده و دختر رو در آغوش میگیره. یه دفعه سر مادر داد میزنه که تو هدفت درست نیست. اگه واقعا فقط هدفت کمک به انسان ها بود، حداقل بعد از انقراضشون دو نفری که قبل من به دنیا اومدن رو نابود نمیکردی. من دیدم که چه بلایی سر اون آوردی و سری از اتاق خارج میشه و دکمه رو میزنه. مادر میخواد بود دوه بیرون و لای در گیر میکنه. دخترم سری اسلحه‌ای که تو اتاق دیگه هست و میاره و سمت اون نشونه میگیره. این در حالیه که ربات های دیگه هم فهمیدن جون مادر در خطره و دارن در رو میشکنن تا بیان داخل. قبل اینکه دختر شلیک کنه، مادر بهش میگه که ببین من با ربات های بیرون هیچ فرقی نداریم. همه ما یه هوش مصنوعی واحدیم. یعنی تو الان اگه من از بین ببری، من بازم زنده‌ام چون ربات‌های دیگه هم هوش خودمه. این یعنی چی؟ یعنی اون ربات‌هایی که بیرون انقدر وحشیانم دوباره خود منم. پس میتونن اونا هم مثل خود من مهربون باشن و مادرانه با انسان‌ها رفتار کنن. فقط کافیه که نسل جدید انسان‌ها پاشو بیرون بذاره. همونطوری که دیدی خود من بودم اون بیرون و بهت شلیک نکردم و راهو برات باز کردم. الانم من ربات‌های بیرون متوقف می‌کنم و تو می‌تونی خیلی راحت از اینجا بری. یا باید بمونی اینجا و با من و برادرت زندگی بکنی، اما نمیذارم که این پسر رو با خودت ببری. تو همین تنشی که ربات های دیگه دارن درو میشکنن، دختر یه رفعی فریاد میزنه تو تمام این مدت منو بزرگم کردی و بهم یاد دادی که به انسان ها اهمیت بدم که بتونم اخلاق درستی داشته باشم و نسل جدید انسان ها رو به وجود بیارم. خودت هم قبول داری که همه امتحان ها رو برات چرام نسبت به انسان های قبلی خیلی باهوش ترم. پس چرا بهم یه شانس نمیدی؟ باید الان بهم یه شانس بدی که بتونم این پسر بزرگ کنم و به عنوان مادر نسل جدید انسان ها باشم. یه دفعه ربات های بیرون متوقف میشن و خود مادرم ساکت میمونه. بعد مدتی میگه حق با توه، تو الان باید یه شانس داشته باشی تا خودت رو ثابت کنی. بعدم قسمتی از بدن خودش رو نشون میده و میگه به اینجا شلیک کن، اینجا سی پی یو اصلی منو از کار میافتم. تو دیگه به من نیاز نداری و باید تنها تو این پناهگاه بمونی و نسل جدید رو به وجود بیاری. دختر شلیک رو میکنه و کار مادر تموم میشه. میریم بیرون از پناهگاه پیش همون زنی که از اینجا فرار کرده بود.
تو کانتینرش نشسته که یه رفعی ربات دیگه میاد دم در، رباتی که صداش صدای همون ربات مادره و خب بهمون ثابت میشه که هوش همه این ربات ها یکیه. به زن میگه که من از اون جی پی اس که تو کیفت گذاشتم پیدات کردم، اومدم بهت بگم که زندگی تو بی هدف نیست، بالاخره چیزی که براش متولد شده بودی و با موفقیت پشت سر گذاشتی. این یعنی چی؟ یعنی یکی از جنین هایی که قبل از دختر به دنیا آمده بود همین زن بوده و اصلا هدفش این بوده که بیاد بیرون و تو این دنیای بد زنده بمونه تا بتونه یه روز به دختر اون چیزها رو نشون بده و در نهایت باعث شه که اون منجی نسل جدید انسان ها باشه. سکانس آخر فیلم دختر رو میبینیم که داره برای برادرش لالایی میخونه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. تو فیلم آیم دمادر یه سری استعاره وجود داره که همشون به داستانهای مهم دینی از جمله تولد مسیح برمیگردن. اگه دقت کرده باشی هیچ کدوم از شخصیت ها اسم نداشتن، همشون رو به عنوان مادر، دختر و زن میشناختیم. دختر چجوری متولد شد؟ هیچ انگاری پدر و مادری نداشت، یا میشه گفت از یک لقاح مصنوعی و به روایتی از یه مادر باکره متولد شد. مادرش ربات بود که خب هیچ وقت رابطه جنسی نداشتش. این اتفاق برای مسیح افتاده بود توی کتاب‌های دینی و خب فیلم دقیقاً به همین اشاره میکنه که منجی انسان ها انگاری اینطوری متولد میشه. همینجا هم دیگه اصل داستان رو میفهمیم. توی فیلم میخوایم ما منجی انسان ها رو ببینیم که چه تغییرهایی رو باید به وجود بیاره تا نسل جدیدی از انسان ها رو تولید کنه که دیگه مثل الان قتل نکنن، وحشیگری انجام ندن، به هم خیانت نکنن و هزاران کار دیگر رو انجام ندن. فلسفه فیلم واقعا قشنگه و خب اصل داستان هم توی همون کلاس اخلاقی که ربات برای دختر گذاشته میبینیم. اونجایی که بهش میگه یه وقتایی لازمه یک انسان کاملا سالم از بین بره، بلکه 4-5 نفر دیگه که همشون نیاز به اعضای مختلفی دارن متولد بشن و زنده بمونه. پس یعنی قشنگ میگه که چرا نسل انسان‌ها رو منقرض کرده. اون به عنوان یه هوش مصنوعی به این باور رسیده که انسان‌ها دارن زمین رو نابود میکنن و واقعا هم اتفاق داشته میافتاده. لحظه ای که دختر از پناهگاه خارج میشه میبینیم که زمین به چه فنایی رفته و اون زن از دیدن یه مزرعه گندم جوری خوشحال میشه که انگاری دنیا رو بهش دادن. یعنی تا این حد انسان‌ها به زمین آسیب زده بودن. به هر حال خب ربات فلسفه‌اش این بوده که باید انسان‌ها نابود شن تا نسل جدیدی به وجود بیاد که از همین دخترم انگاری داره به هدف اصلیش میرسه و داره موفق هم میشه. نکته دیگه که آخر فیلم متوجه شد اینه که اون زن یکی از همین بچه‌هایی هستش که ربات به وجود آورده بوده و خیلی جالبه با اینکه اون بیرون انگاری داره سختی میکشه، زندگی داغونی داره، با هیچ کس نمیتونه ارتباط بگیره، خیلی تنهاست و حتی کارهایی رو انجام میده که همشون از خودخواهی ریشه میگیرن، مثل همون لحظه‌ای که دختری که قرار بود باهاش فرار بکنه رو گروگان گرفت تا بتونه خودش رو به بیرون اینجا برسونه. یعنی حاضره که همه رو فدا کنه بلکه خودش به هدف اصلیش برسه، چیزی که خب به نظر ربات یه مشکل بزرگ تو انسانیته. برای همین هم هستش که اون زن توی پناهگاه نمونده و از اونجا انگاری اخراج شده. ولی به هر حال با اینکه این اتفاق افتاده، با اینکه زن از پناهگاه بیرون رفته و جنین بدی یا همون دختر رو ربات تصمیم گرفته که بزرگش بکنه، بازم برای اون زن یه هدفی در نظر گرفته بوده. خب ما فهمیدیم که تمام ربات‌های بیرون رو همین مادر داره کنترل می‌کنه، انگاری همه‌شون یه هوش مصنوعی و با هم مرتبطن. پس این مادر بوده که با اون ربات‌هاش به زن حمله کرده بوده، بهش شلیک کرده و باعث شده که اون بیاد داخل. یعنی اصلا برنامه‌اش همین بوده که اون رو یه جوری برسونه به این دختر، با هم صحبت بکنن، این اتفاقای مختلف بیفته، در نهایت دختر بخواد فرار بکنه، ولی آخرش بفهمه که اون بیرون همه چیز نابود شده، خودش به این درک و برداشت برسه که زندگی بیرون، زندگی قبلی انسان‌ها غیر قابل سکونت بوده و باید دنیای جدیدی شکل بگیره. این دخترم بهش میرسه و برمیگره به پناهگاه و خب تصمیم میگیره که برادر خودش و اون 63,000 جنین دیگر رو به دنیا بیاره و کلا بزرگشون کنه. یعنی اون مادر مسئولیتش این بود که همین مسیح رو بزرگ کنه، بهش آموزش‌های لازم رو بده و در نهایت این مسیح انسانیت رو نجات بده و در نهایت نسلی به وجود بیاره که دیگه خودخواه نیست، اون کارهای کثیف انسانهای فعلی رو انجام نمیده و و هزاران دلیل دیگه که همشون باعث میشن نسل جدید بهتر از قبلیه باشه. ببخشید زیاد حرف زدم، ولی این فیلم اون دست فیلماست که خیلی باید در موردش صحبت بکنیم و واقعا هم حرف مهمی برای گفتن داره. میخواد به ما بگه که انسانها خیلی دارن به سمت تباهی، به سمت انقراض خودشون پیش میرن و الان انسانها نیاز مسیح دارن، مسیحی که بهشون بگه باید چجوری زندگی کنن و کلا از این بیراهه که رفتن اونا رو عقب بکشه. مسیحی که میگم اصلا از جانب دین و این چیزها در موردش صحبت نمیکنم. مسیح یه نماده، یه ناجی، یه کسی که میاد انسانها رو به بالاترین حد خودشون میرسونه، بهشون میگه چه قدرت‌هایی دارن، بهشون میگه آزادی چیه و کلن یه زندگی درست رو بهشون آموزش میده و واقعا به نظر منم الان دنیا به همین چیزی نیاز داره
دیگه خودمون داره میبینیم، همه جا داره جنگ میشه، همه دارن به هم دیگه ضربه میزنن، همه جا رو دارن به آشوب میکشن، طبیعت رو دارن نابود میکنن، زمین داره از بین میره و دیگه اصلا نگم براتون. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتتون رو بنویسید، حتما مثل این فیلم از پیشنهادات شما استفاده میکنم و پست های بعدی رو قرار میدم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.